به نام حضرت دوست که هرچی هست از اوست، و سپاس و ثنای بی حد بر آستان صفات بی همتای احدیت که در کمال رأفت و در نهایت عطوفت رخصت سخن گفتن بر بندگان خود ادا فرموده است. سلام، سلام بر تو که خود را باور داری و سلام بر تو که بر اندیشه سالم پا گذاشته ای. عرض سلام و شادباش دارم خدمت همه عزیزان و بینندگان محترم شبکه جهانی وصال حق، عزیزانی که ما را مهمان خانه های خود دانستند تا لحظاتی در کنار آنها باشیم و برنامه‌ای که در رد کتاب علامه حلی است آن را به سمع بینندگان برسانیم و بگوییم که علامه حلی که از بزرگان مذهب رفض و شیعه است چگونه ادعاهای دروغین و کذبی در کتاب خود مطرح نموده است. علامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب منهاج السنه به ادعاهای دروغی و جعلی علامه حلی که معلوم نیست از کجا این ادعاها رو درآورده پاسخی دندان شکن داده. با کارشناسی جناب استاد شیخ عبدالقدوس دهقان برنامه منهاج السنه را آغاز می نماییم و در این قسمت از برنامه در رابطه با فضایل سبتین حسن و حسین رضی الله عنهما خواهیم بود. خدمت جناب استاد از طرف خودم و بینندگان سلام و وقت بخیر دارم. جناب استاد سلام عرض میکنم و وقتتون بخیر، خسته نباشید. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منم در آغاز این برنامه خدمت شما جناب آقای طاهری و همچنین شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض ادب و سلام دارم و به همگی عرض میکنم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و در خدمت جناب علی و همچنین بینندگان عزیز انشاءالله خواهم. جناب استاد، همونطور که بحث منهاج السنه هست، برنامه منهاج السنه هست و پاسخ هست به ادعاهای جعلی حلی در کتاب منهاج الکرامه، ابتداعاً در این رابطه مقدمه ای اگر ذکر کنیم که بینندگان با قسمت‌های قبلی برنامه آشنا بشن و بدونن که بحث امروز ما از کجا سرنشأت میگیره معلوم میشه. بحث‌های گذشته‌ای که ما داشتیم در واقع مطالعه و بازخوانی کتاب منهاج السنه علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه که این کتاب در رد منهاج الکرامه علامه حلی بود، مطالب گسترده و گوناگونی مطرح شده تا کنون و تمام این مباحث برمیگرده به ادعایی که علامه حلی در آغاز کتاب خودش اینو مطرح کرده بود که مذهب شیعه واجب الاتباع هست و دلایلی رو در این زمینه مطرح کرده بود و چهار صورت را یا به تعبیر دیگر چهار وجه را برای استدلال بر این مطلب در کتاب خودش ذکر کرده بود که ما در هفته های گذشته از زمانی که این برنامه شروع شده تا کنون سه وجه این استدلال ها را بررسی کردیم و جواب هایی را که علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه به این مطالب داده بود خدمت بینندگان عزیز بازگو کردیم. وجه چهارمی که در این سری مطالب هست و حلی آورده و این مطالب را در این صورت را و این وجه را یکی از دلایل برتر بودن و واجب الاتباع بودن مذهبشی مطرح کرده، فعلا در این وجه چهارم هستیم. یعنی علامه علی در کتابش به حساب چهار وجه ذکر کرده که علت واجب الاتباع بودن مذهب شیعه فقط این چهار وجهه. بله. که به سه وجه پاسخ داده شده و وجه چهارم فعلی هست که بون خواهیم پرداخت. بله، وجه چهارم این هست و این وجه چهارم ادعایی که در اینجا می کند این هست که ان الامامیت اخذوا مذهبهم عن الائمه المعصومین، یعنی ادعا می کند که امامی ها یعنی شیعیان دوازده امامی مذهبی رو که انتخاب کردن مبنایشون و مستندشون در این مذهب در واقع ائمه ای هست که اونها معصوم هستند و از جانب الله متعال در واقع مبعوث شدند و برگزیده شدند. دوستان عزیز اگر این دوربین رو فعال بکنند من نص این مطالب رو از کتاب خود حلی خدمت بینندگان عزیز به خاطر این که حلقه وصلی باشه با برنامه های
سالهای گذشته مطالب را به صورت مختصر انشاءالله اشاره خواهم کرد. در اینجا کتابی که هست کتاب منهاج الکرامه هست، این کتاب شرحش از شرح منهاج الکرامه فی معرفت الامامه لابی منصور الحسن یوسف الشهیر بالعلامه الحلی و الرد على منهاج سنت النبویه لابن تیمیه. این کتاب رو آیت الله سید علی حسینی میلانی نوشته که در مقدمه این کتاب، در ابتدای این جلد اول این کتاب، خود منهاج الکرامه رو متنش رو به صورت کلی در اینجا ذکر کرده. منتها ما بحثاییم داریم درباره این که این به چی اندازه تونسته که ردی بنویسه بر علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه، و انشاءالله در لابلای این برنامه ها به گوشه هایی از نمونه های این ادعاهایی که ادعا می کنند که ردی نوشتن بر علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه، نمونه هایی از این ردها را خدمت بینندگان عزیز انشاءالله مطرح می کنیم تا اینکه واقعیت برای همگان در این زمینه آشکار بشه. در این کتاب در صفحه 25 این کتاب هست که همون وجه چهارم هست، در اینجا مطلبش مطرح کرده که ان الامامیه اخذوا مذهبهم عن الائمه المعصومین علیهم السلام المشهورین بالفضل والعلم والزهد والورع. این ادعای بود که قبلا مطرح کرده بود که شیعه مذهب خودش را از ائمه معصومین گرفته، ائمه ای که معصوم هستند، از جانب الله متعال برگزیده شدند و مشهور هستند به علم و فضل و زهد و ورع و تقوا، که همیشه مشغول عبادت خداوند متعال بودند، از ابتدای کودکی تا انتهای عمرشون مطیع پروردگار بودند. و در ادامه ادعا کرده بود که مطالبی و آیاتی روایاتی درباره اونها از جانب خدا و رسول در واقع بیان شده، و نهایتا به اینجا رسید که میگه که فاولهم علی ابن ابی طالب، اولین امامشون از این ائمه 12 گانه علی ابن ابی طالب هست، که میگه کان افضل الخلق بعد رسول الله صلی الله علیه و سلم، که ما این مطالب را که درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه بود و انفسنا و انفسکم بحث مواخاتش بود و بقیه مواردی که هست، ما اینها رو در چندین جلسه گذشته به این مطالب پرداختیم. و الان میرسیم به این که ادعا میکند که امامان بعدی بعد از حضرت علی رضی الله تعالی عنه در واقع سبتین هستند، دو فرزند حضرت علی رضی الله تعالی عنه. و در جلسه امروز انشاءالله میپردازیم به ادعاهایی که و دلایلی که علامه حلی برای اثبات امامت و یا فضیلت حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما بیان کرد. خب جناب استاد، همونطور که اشاره کردین که علامه حلی در کتابش که کتاب منهاج الکرامه باشه، در رابطه با اثبات امامت 12 امام که اثنا عشری بون اعتقاد داره، برای اثبات ائمه نوشته، امامت ائمه، عبارتی که آقای حلی در کتابش آورده که و اما سبتا رسول الله صلی الله علیه و سلم سیدا شباب اهل الجنه امامین بنص نبیه. طوری که معلومه علامه حلی در این عبارتش میخواد اینو برسونه که فضیلت و همچنین امامت حسنین، حسن و حسین رضی الله عنهما در این نهفته است، در این عبارت حلی. آیا تا چه اندازه میتونیم از فضیلت امامت رو ثابت کنیم و آیا امامت اینها به نص قرآن یا به نص پیامبر که منصوص من جانب الله باشن ثابت هست یا نیست؟ من قبل از این اجازه بدید که خود این متنی رو که علامه حلی در واقع در این کتابش نوشته و استدلال میکند برای فضیلت و امامت سبتین رضی الله تعالی عنهما، اینو خدمت بینندگان عزیز به همون گونه که در خود کتاب آمده من این عرض بکنم. در اینجا علامه حلی میگوید که و کان ولداه سبتا رسول الله، و دو تا از فرزندان حضرت علی رضی الله تعالی عنه سبتا رسول الله، فرزندان رسول الله هستند، نوه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، سیدا شباب اهل الجنه، اینها یعنی حسن و حسین سید و سرور جوانان بهشت بودند، امامین به نص نبی، امام بودند به نص و تصریح رسول الله صلی الله علیه و سلم، و کانا ازهد الناس و اعلمهم فی زمانهم، در زمان خودشون زاهدترین و عالمترین بودند، و جاهدا فی سبیل الله حتی قتلا، و در راه خود جهاد کردند تا سرحد مرگ و شهادت، و لبس الحسن علیه السلام الصوف تحت ثياب الفاخره من غیر ان یشعر احد بذلک، و حضرت حسن رضی الله تعالی زیر لباسی که میپوشیدن، زیر این لباس پشمی رو در واقع میپوشیدن به خاطر زهدش. و اضافه بر این مطلب رو ذکر کرده که و اخذ النبی صلی الله علیه و سلم و آله
صلى الله عليه وآله يوما الحسين عليه السلام على فخذه الأيمن وولده إبراهيم على فخذه الأيسر فنزل عليه جبريل عليه السلام وقال إن الله لم يكن ليجمع لك بينهما که خداوند متعال این دوتا فرزند رو برای تو جمع نمی کند فختر من شئت منهما هر کدومی رو که می خواهی یکی از این دوتا رو انتخاب کن یکیشون می میره فقال صلی الله علیه وسلم اذا مات الحسین بکیت علیه انا و علی و فاطمه اگر حسین بمیرد و فوت بکند من هم گریه می کنم علی هم گریه می کند فاطمه زهرا هم گریه می کند و اذا مات ابراهیم بکیت انا علیه اما اگر ابراهیم بمیرد که فرزند رسول الله صلی الله علیه وسلم هست فقط من هستم که در واقع دچار غم و اندوه میشم فاختار موت ابراهیم فمات بعد 3 ایام رسول الله صلی الله علیه وسلم انتخاب کرد ابراهیم رو که ابراهیم در بگذارد و بمیرد از دنیا برود و بجایش حضرت حسین رضی الله تعالی عنه زنده بماند فکان اذا جاء الحسین بعد ذلك یقبله و یقول اهلا و مرحبا بمن فدیتو بابن ابراهیم هر وقت که حضرت حسین رضی الله تعالی عنه می آمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایشون می گرفتند در آغوش می گرفتند و می گفتند که اهلا و سهلا به اون کسی که من اونو فدیه دادم به جایش خونبهایی رو دادم فدایی دادم به جایش ابراهیم رو فدا کردند تا اینکه حضرت حسین رضی الله تعالی عنه در واقع زنده بمانند و زندگی بکنند این مجموعه مطالبی هست که علامه حلی برای اثبات امامت یا دلیل فضیلت حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما ذکر کرده همیگونه که ما میدونیم این کتاب را علامه حلی برای اثبات امامت نوشته منگونه که اسم این کتاب است فی معرفت الامامه یعنی در این کتاب قوی ترین دلایلش را برای اثبات امامت حسن و حسین در واقع در اینجا ذکر کرده و این دلیل بر میخواد از این فضیلت اونها استدلال بکند بر امامت و این جایگاه اونها و منسوسیتی که از جانب الله متعال در واقع داشتن خب در اینجا جای بحث داره که درباره فضیلت حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما ما اهل سنت و جماعت هیچ گونه شک و تردیدی رو نداریم و محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم به صورت کلی و خصوصا سبتین و حسنین رضی الله تعالی عنهما جزء ایمان اهل سنت و جماعت است و به هیچ عنوان در طول تاریخ حتی یک نفر از اهل سنت و جماعت هم پیدا نشده که به حسنین حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما در واقع به یک نوعی اهانتی رو کرده باشه و در حقیقت اگر کسی به حسنین یا اهل بیت خصوصا به حسنین حسن و حسین رضی الله عنهما کسی توهین بکنه و خود را سنی بنامه و با اون توهین خود به خود از دایره اهل سنت و جماعت خارج میشه و هیچ وقت اون به اون سنی نمیگن اگرش توهین بکنه خود به خود خارج میشه دقیقا همین جوره قطعا این گونه هست ما اهل سنت و جماعت بزرگان ما در طول تاریخ هم از خلفای اربعه گرفته تا اینکه ائمه اربعه بودند و همچنین تمامی علما و محدثینی که در طول تاریخ اهل سنت و جماعت به اونها افتخار میکنند و کتابهای اونها مرجع دینی اهل سنت و جماعت است در تمام کتابهای خودشون ابوابی رو اختصاص دادن برای بیان فضائل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم فضیلت های حضرت فاطمه رو حضرت علی رو حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما رو و همچنین بقیه خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو در کتاب خودشون ثبت کردن این مطلب یک ادعایی نیست که امروزه ما بخوایم این ادعا رو برای اثبات حقانیت مذهب اهل سنت و جماعت یا برای اثبات ادعای این که اهل سنت و جماعت با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم محبت دارن احترام دارن این جزء ایمان خودشون میدونن این یک بحث امروزی نیست که ما بخوایم این امروز مطرح بکنیم و استدلال بکنیم بلکه قدیمی ترین کتابهای اهل سنت و جماعت و برترین کتابهایشون صحیحین و کتب سته و سننی که در این زمینه هست و جوامع و مسانیدی که هست در تمام این ابواب و این کتابها ابوابی رو ما داریم مخصوص ذکر فضایل و مناقب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم من جمله حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما و همچنین در طول تاریخ کتاب‌های مخصوص یا موسوعه‌های مخصوصی در رابطه با سبتین و فضیلت آنها نگاشته شده از طرف اهل سنت که شیعه به خاطر اینکه بیاد فضیلت اونها را از کتاب اهل سنت ثابت کنه به اونها رجوع کرده و به اونها مأخذ و منبع داده
این یک واقعیتی هست که اهل سنت و الجماعت یعنی درباره حضرت علی رضی الله تعالی عنه امام نسائی رحمت الله علیه یک کتابی رو دارن به نام خصائص علی که دکتر احمد میرین رحمت الله علیه که ایشون در واقع به دست حکومت ایران به شهادت رسیدن این کتاب رو تحقیق کردند و تخریج کردند احادیثش رو. این یکی از بهترین کتابهایی هست که درباره فضائل حضرت علی رضی الله تعالی عنه نوشته شده و نویسندهش یکی از کسانی هست که کتب سته اهل سنت و الجماعت رو در واقع نوشتن و این یک ادعای امروزی نیست همون گونه که من عرض کردم، بلکه این ریشه در دین اهل سنت و الجماعت دارد، در ریشه در کتابهای حدیثی و روایی اهل سنت و الجماعت دارد که از دیرباز نخستین کتابهای اهل سنت و الجماعت که در این زمینه نوشته شده ابوابی رو در تمام این کتابها اختصاص دادن به مناقب و فضایل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. من به خاطر اینکه یک نوع در واقع مقایسه کرده باشم در میان نوع روایاتی که اهل سنت و الجماعت دارند و میزان صحت و درجه صحت روایاتی که اهل سنت و الجماعت در مورد فضیلت اهل بیت رسول الله و همچنین در رأس اونها حضرت علی، حسن و حسین دارند، میخوام یک مقایسه رو داشته باشم در نوع این روایات و در درجه و صحت این روایات در میان کتابهای شیعه و کتابهای اهل سنت و الجماعت. یکی از معروفترین کتابهای شیعه که در واقع یکی موسوعه هست که یک مجموعه بسیار بزرگی هست که تمام ابواب رو در این کتاب ذکر کرده و گسترده‌ترین کتاب شیعه هست در این زمینه، کتاب بحار الانوار هست که مجموعی از تمام کتابهایی هست که در شیعه در واقع قبل از علامه مجلسی داشتند. بهترین این مطالب ناب تمام این کتابها را به اون گونه که خودش سلام میدونسته اینها را در این کتاب جمع کرده و اسمش را گذاشته بحار الانوار، یعنی دریایی از نورها هستند و نور و در واقع روشنایی هست برای شیعه. ما به این کتاب مراجعه میکنیم ببینیم که در باب فضایل و مناقب حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما چند روایت آوردند و چه مقداری از این روایات صحیح هست. اما قابل ذکر، حالا شما به صحت و سقم روایات اشاره کردین، قابل ذکر اینجاست که یعنی حجم ترین کتاب یا پر حجم ترین کتاب شیعه بحار الانوار است که فعلا در 110 جلد، حالا وقتی که خود علامه علیسی نوشته من نیست که 100 جلد بوده، 120 جلد بوده، کمتر بوده، بیشتر شده، ولی فعلا در قالب 110 جلده که یعنی اگه خواسته باشه حداقل یک جلد رو به فضایل حسنین اختصاص میداد میتونست اگر احادیث صحیح میداشت. بفرمایید. در این کتاب در جلد 43 این کتاب، دوستان عزیز اگر این کتاب رو نمایش بدن، کتاب بحار الانوار هست که بارها این کتاب رو خدمت بینندگان عزیز ما نشاندهی کردیم. بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمه الاطهار تعلیف العلم العلامه الحجه فخر الامه المولى الشيخ محمد باقر المجلسی. این جلد 32 این کتاب هست و منتها این چون که چاپ فشردهش هست، این مطلبی که در اینجا اومده در جلد 43 این کتاب هست، جلد 43 و یک بابی رو داره دوستان عزیز اگر نمایش بدن، این باب 12 هست، باب 12 فضائلهما و مناقبهما و النصوص علیهما صلوات الله علیهما. در باب فضائل حضرت حسن و حسین و مناقب اونها، افتخاراتی رو که داشتن و نصوصی رو که برای حسن و حسین علیهم السلام و رضی الله تعالی عنهما در واقع ثابت شده، یعنی مطالبی که درباره این بزرگواران از رسول الله صلی الله علیه و سلم یا از ائمه دیگر در واقع نقش شده، اینها رو در این باب ذکر کرده. طبق خود ادعای علامه مجلسی اینا صحیح ترین احادیثی است که در اون زمان یافته و اینها رو خواسته بیاره تا ذکر کنه که به حساب چی فضیلت حسنین، حسن و حسین رضی الله عنهما رو ثابت کنه. دقیقاً قطعا ببین وقتی که یک کتابی رو نوشته، در این کتاب الان من خدمت شما عرض میکنم که چه مقدار روایات رو آورده در این باب و هر کسی هم که این کتاب رو مطالعه بکند با این عنوان و قطعا هر مذهبی، هر دین و آیینی، هر نویسنده وقتی میخواد یک مطالبی رو یک جا جمع بکنه، هر محدثی که میخواد یک روایاتی رو در یک بابی در واقع انتخاب بکنه و اینها رو در یک بابی جا بده، بهترین روایات رو در این زمینه انتخاب میکنه. یا اینکه بگیم که بهترین روایات رو، این یک مطلب هست، هر چی بهتر هست و روایات صریح هستند و صحیح تر هستند اینها رو در یک باب جمع میکنن، یا مثلا برخی از کتابها که هدفشون این است که
هر چی روایت در این زمینه هست، صرف نظر از این که این روایت صحیح باشه یا غیر صحیح باشه، ضعیف باشه، اینها رو در واقع جمع می‌کنیم. در هر صورت، در هر دو صورت ما این دو هر دو گزینه رو ما بررسی بکنیم، علامه مجلسی در این کتاب بنابر ادعایی که علامه شیخ محمد آصف محسنی آیت الله محسنی کردن، در اینجا بالغ بر 80 روایت رو در این کتاب جمع کرده. یعنی 80 روایت رو، البته تعداد شمارگانی که در این کتاب هست و شماره زدن کمتر از این هست، منتها کمتر از 80، تقریبا حدود 75 روایت هست، و منتها آیت الله محسنی ادعا کرده که اینها در واقع 80 روایت هستند یا بیشتر از 80 روایت. حالا این روایت هایی که علامه محسنی گفته که 80 تا میشن، آیا با تکرار متکرر یا بدون تکرار؟ فقط بحثی رو در این زمینه نکرده. معمولا روایات کمتر تکراری هستند در این کتاب، و اگر هم تکرار بکنه در یک باب اونها رو تکرار نمی کنه، در جای دیگر معمولا تکرار می کنه. الان ببینیم که این کتاب مشرعه بحار الانوار که بارها اینو ما خدمت بینندگان عزیز ما اینو نشاندهی کردیم، دوستان عزیز، کتاب بحار الانوار هست، مشرعه بحار الانوار جلد دوم این کتاب هست و تألیف آیت الله شیخ محمد آصف محسنی هست، یکی از مراجع معاصره شیعه هستند و چاپ العارف للمطبوعات هست. ببینیم که این آقای محسنی درباره این باب، درباره این فضیلت هایی که درباره حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما ذکر شده چه نظری رو دارند. ایشون در جلد اول این کتاب مطلبی رو بیان کردند که کتاب بحال الانوار یک کتابی هست که پر هست از میکروب و جراثیم خیلی زیادی رو داره، روایات غیر قابل استنادی رو داره. اگر شما میخواهید که از این جراثیم و میکروب ها سالم بمونید و این از این دریای بیکران انوار و معارف اهل بیت میخواهید که نابترین اونها رو انتخاب بکنید، راهش این است که از این آبراهی که من انتخاب کردم و تعیین کردم از اینجا وارد بشید. اگر خودسرانه بخواید وارد بحال الانوار بشید، دیگه امکان داره که اون بله که روایات غیر صحیحی یا در واقع ضعیفی رو به اونها استدلال بکنید که این برای دیانت و دینداری انسان مناسب نیست. پس طبق ادعای نظر آیت الله محسنی که در کتاب مشرعه بحار الانوار آورده، این گونه است که فضایلی که علامه مجلسی در کتاب بحار الانوار ذکر کرده تمام روایاتی است که به دست اون رسیده، چه صحیح و چه ضعیف. طبق اظهار نظر آیت الله محسنی این برداشت میشه، یعنی در بحار الانوار اون بابی که مخصوص سبتین آورده، فضائل سبتین، تمام احادیث رو جمع‌آوری کرده. در این اشاره نکرده به این که کل روایاتی هستند که در این زمینه وجود داره. منتها بحث من این هست که حداقل وقتی که ما از این جنبه نگاه میکنیم که 80 روایت در یک باب ذکر شده باشه، از نظر عقلی شما بیاد یک از کتابهای اهل سنت و جماعت رو، به طور مثال در کتاب صحیح بخاری هست، صحیح مسلم هست، این دوتا کتاب روایات مسندشون 100% صحیحه، به این خاطر این دوتا کتاب رو میگن که کتابهای صحیحین هستند. یا مثلا کتاب سنن نسائی از میان سنن اربعه برترین کتاب از لحاظ صحت که حدود 97% از روایاتش صحیح هستند. بقیه کتاب هایی که اهل سنت دارن، سنن مانند سنن ابو داوود، سنن نسائی و سنن ترمذی و ابن ماجه، در واقع غیر از سنن نسائی که من عرض کردم که 97% روایاتش صحیح هستند، درباره کتاب سنن ابن ماجه، سنن ترمذی و سنن ابو داوود تقریبا حدود 73% این روایات در واقع صحیح هست. 79% کتاب سنن نسائی یا 97% و در کتاب بقیه سنن سگانه حدود 73% از این روایات صحیح است. و به همین ترتیب در خود این ابواب اینو میتونیم که درصد روایات صحیح رو در واقع ما مشخص بکنیم. در یک بابی که مؤلف اون کتاب اومده بالغ بر 80 روایت رو، بالغ بر 80 روایت رو در اینجا ذکر کرده، حداقلش از این 80 روایات، یعنی اگر که نصف این روایات صحیح و معتبری نباشند، حداقل یک سوم اینها باید روایات معتبری باشند، وگرنه از ذکر چنین روایات غیر معتبر که قابل استدلال نیستند هیچ گونه فایده‌ای در این زمینه وجود نداره. الان ببینیم که آیت الله محسنی در باره این باب کتاب بحار الانوار چه اظهار نظری می‌کنه. ایشون در
این جلد دوم این کتاب هست و صفحه 141 این کتاب که بینندگان عزیز آشنا هستند با این کتاب، در اینجا همون باب را آورده که باب 12 هم هست، فضائلهما و مناقبهما و النصوص علیهما، که با جلد 43 کتاب بهار الانوار هست و صفحه 261. فکر کنم اگه در جلد نه در اینجا خودش این الان جلد و صفحه کتاب بهار الانوار در هر بابی که ذکر میکند اونجا هم ذکر کرده در اینجا. میگوید که اورد المؤلف فیه اکثر من 80 روایه، مؤلف در این باب بیشتر از 80 روایت ذکر کرده. حداقل 81 باشه، 80 و 90 باشه. به هر صورت حرفی که ایشون زدن درست. بیشتر از 80 روایت علامه مجلسی در باب فضائل و مناقب و افتخارات حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما ذکر کرده. میگه والاخذ بمشترات مشترکاتها و این یثبت لهما فضائل کثیره. میگه که ما باید مشترکات این روایات رو بگیریم. این روش آقای محسنی هست. معمولا وقتی که در یک بابی میاد و میبینه که روایت صحیح در این باب وجود نداره، نه اینکه صحیح، روایت معتبر، به تعبیر خودش روایت معتبر یک کمی گسترده تر هست از روایت صحیح. وقتی میگه روایت صحیح یعنی یک تعریف مشخصی رو داره نزد محدثین شیعه و سنی، و اما وقتی میگیم روایت معتبر یکم دایرش گسترده تر میشه، یعنی روایتی که صحیح لغیره باشه، روایتی که حسن لذاتی باشه یا حسن لغیره باشه، یا حتی اون روایاتی که ضعیف هستند و اون ضعفشون قابل جبران هست با توجه به کثرت طرق، اینها رو تمام میارن جز روایات معتبر. در این کتاب وقت در باب هر بابی وقتی که میرسه، وقتی که میبینه که روایات صحیح در اینجا که قابل استناد باشن و یک مطلبی رو ثابت بکنن وجود نداره، میگه مشترکات این روایات رو بگیریم. از 80 این 80 روایتی که در اینجا هست ما نگاه بکنیم که اکثر این روایات نقطه اتصالشون و حرف مشترکشون چی هست، اون حتما درسته ولو اینکه روایات غیر معتبری باشن. در حتی روایت موضوع و دروغین هم باشن و میگیرن، حتی اگر روایات موضوع باشند که ضعیف باشند یا غیر معتبر به صورت کلی باشند، میگه مشترکات اینها رو ما باید بگیریم، یعنی وجه اشتراک و وجه اشتراک این روایات رو برای ما معتبر است، گرچه آحادشون برای ما معتبر نیست، از نظر اصول محدثین قابل استدلال نیست، هیچ گونه ارزشی رو ندارن، اما چون که 10 نفر 100 نفر 20 نفر دروغگو اومدن یک مطلبی رو نقل کردن، ما نگاه میکنیم که در این روایات نقطه اتفاقشون و مورد موافقتشون کدوم نقطه است، اون ما میگیم که راسته چون که در تمام این روایات اومده. این خودش یک اعتراف تلخی هست که این فضایل حضرت حسن و حسین رو نمیتونند که با روایات صحیح چیکار بکنن، اثبات بکنن. در اینجا میگه که والاخذ بمشترکاتها و این یثبت لهما فضائل کثیره، که فضائل بسیار زیادی رو دارند، گرچه مثلا بسیاری از نواسب نمیخواند که این فضائل را قبول بپذیرند، و فضلهما رغم لبعض النواسب اللئام تغن المؤمنین عن اثبات فضلهما بكل واحد من روایات. میگه از بس که روایات در اینجا زیاد هست، این نیازی نیست که ما آحاد این روایات رو بررسی بکنیم، این مجموعه این روایات دلیل بر فضیلت حسن و حسین هستند، گرچه هیچ کدام از این روایات به شخصی و ذاتی روایت صحیح و معتبری نباشه. اما بگین روایت معتبر چند اندازه است. میگوید که والمعتبرت سندا منها ما ذکرت برقم 4. روایاتی رو که در این باب صحیح هستن فقط 2 تا روایت رو میاره که از میان بالغ بر 80 روایت 2 روایت فقط صحیح هستن، صحیح و معتبر. معتبر روایتش دو، فقط 2 روایت از این از میان 80 روایت 2 روایت فقط در واقع معتبر هستن که اونها رو میشه قابل استدلال هستن. ولی معتبرت و سند منها ما ذکرت به رقم 2 شماره در اینجا آورده، شماره 4 و شماره 69، یعنی از مجموع 80 روایتی که در اینجا آورده میگه فقط 2 روایت رو ما میتونیم که چیکار بکنیم، از اونها به عنوان روایات معتبر یاد بکنیم، بقیه این روایات غیر معتبری هستن. و در ادامه میگوید که بل يمكن الاعتماد على ما ذكر برقم 13 و 34، و 2 روایت دیگر هست که میشه از اونها استدلال کرد، 2 روایت دیگه هم هست که بله اغماز بکنیم، صرف نظر بکنیم از مواردی که در این زمینه وجود داره، 2 روایت دیگر هست، بل یمکن الاعتماد، میشه اعتماد کرد بر 2 روایت دیگر که شماره 13 و 14 هستن. این 13 و 14 رو هم اگر جز روایات معتبر و صحیح قرار بدیم مجموع میشه 4 روایت. 13 و 34 که در اینجا هستن، و 2 تا روایتی که صحیح و معتبر گفته بود، روایت 4 و 69. این روایت رو من نگاه کردم در خود کتاب، دیدم که
جالب قابل ارزشی رو نداره که به عنوان یک فضیلت بخوام اینها رو ثابت بکنیم. و روایات 13 و 34 که اومده اون برمیگرده به این که حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهم ریحانتای رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن که این برگرفته از کتابهای اهل سنت و جماعت هست. و مجرم استاد ببخشید من یک نقطه دیگه در اینجا هست، یک اعتراف تلخی رو داره، این واقعا جای تأمل داره برای تمام کسانی که اهل سنت و جماعت را متهم میکنند به این که اینها ناسبی هستند، دشمنان اهل بیت هستند، با حضرت علی با فرزندانش در واقع سر جنگ دارند و روایات اونها را قبول نمیکنند و تمام افسانه ها و در واقع خرافاتی که در این زمینه داستان هایی که ساختند و پرداختند برای اثبات دشمنی و عداوت در میان اهل سنت و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگوید که در ادامه این مطلب میگوید قبل از اینکه به باب 13 هم برسه میگه ثم ان جمله من روایات الباب كغيره منقوله من كتب اهل سنه، میگه یک دسته ای از روایات این باب مانند ابواب دیگر، یک دسته ای از روایات این باب مانند ابواب دیگر، یعنی عادتش هست در کنار این که روایات شیعه را آورده روایات اهل سنت را هم در این کتاب آورده و جمع کرده، در این باب هم اومده در کنار روایاتی که از شیعه هست از کتب اهل سنت و جماعت چیکار کرده، روایاتی رو برای ما بیان کرده. یعنی سندش رو از شیعه ذکر کرده، فقط متنش از کتاب اهل سنت؟ نه، غیر از این، خود با سند و از کتابای خود اهل سنت و جماعت، یعنی از خود کتابای اهل سنت و جماعت، بله متن و سند و مرجع از خود کتابای اهل سنت و جماعت است. این عادتش هست، من گونه که علامه و آیت الله محسنی میگه که در هر بابی که ذکر میکنه در کتاب کنار روایاتی که شیعه که میآورند روایاتی رو از اهل سنت و جماعت هم ذکر میکنه و این یک در واقع علامت سوال هست در اینجا. خب چرا در کتابی که در اینجا مخصوص درر اخبار ائمه اطهار هست، به قول خودشون مخصوص اثبات امامت و فضائل ائمه اهل بیت هست و گفتار ایشان ذکر میکنه، چرا در بیایید که روایات اهل سنت و جماعت رو بیامیزید با روایات خودتون؟ به تعبیر بهتر اگه بگیم به روایات نواسب که در کتاب خودشون ذکر که نواسب کفارن حلال مهدور و دمن، چرا روایت ناسبی ها رو با ائمه معصوم یکجا کنیم؟ بله، این رازش در اینجا هست، این اعتراف تلخی هست که در ادامه این راز این چرا روایت اهل سنت رو می آورن در کتاب در کنار روایتش یه در اینجا ذکر کرده که ثم این جمله من روایات الباب که غیره مانند ابواب دیگر منقوله من کتب اهل سنت، اینها نقل شده از کتاب های اهل سنت و جماعت و هی الاقوم فی اثبات الفضائل و هی الاقوم فی اثبات الفضائل. نه، ادله و روایاتی که از کتب اهل سنت نقل شده در کتاب بهار قوی تر هست، از اینا میشه استدلال کرد. روایاتی که در اینجا ذکر شده از طریق شیعه همشون غیر معتبر هست، روایاتی که در این زمین از کتابهای اهل سنت و جماعت ذکر شده اینها قوی تر هستند، مناسب تر هستند و شایسته تر هستند برای اثبات فضائل حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما. و این یک واقعیت تلخی هست، از این مجموعه روایاتی که در اینجا ذکر شده که 80 روایت باشند، قرار بالغ بر 80 باشند، فقط 2 روایت معتبر وجود داشته باشه، پس بنابراین خود چاره‌ای نیست که بر بگردن به کتابهای اهل سنت و جماعت مراجعه بکنن تا اینکه ببینن اهل سنت و جماعت برای اثبات در واقع فضایل و مناقب اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی رو ذکر کردن، بیان به این مطالب در واقع از اونها استدلال بکنن. پس بنابراین میبینیم که همیشه در کنار روایت اهل سنت روایات شیعه روایات اهل سنت را میآورند و این استدلال میکنند که روایات اهل سنت اقوام هست، قوی تر هست، بهتر هست و مناسب تر هست برای اثبات فضایل ائمه بزرگوار اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. الان این یک بحثی هست برای اثبات امامت، فضایلی که جناب استاد اگر این ادامه رو در میان برنامه ببینیم نظرتون چیه؟ اگر در رابطه با فضائل حسن از کتب اهل سنت باشه، چون اینجا من یک نکته ایم داشتم که شما ذکر کردین که علامه محسنی در کتابش به اصطلاح احادیث معتبر صحیح نمیگه و از دیدگاه علامه محسنی گفتین که معتبر به این معنی که کثرت طرق داشته باشن، یعنی وقتی که از 5-6 طریق روایت شده باشن و یک به یک گوشه از فضیلت اشاره کرده باشه، من نقطه نظرشون یکی باشه، اونا رو با هم جمع میکنه صرف نظر از این که صحیح هست ضعیف هست موضوع
و هر چی دیگه باشه ما به اون کار نداریم، اونها رو با هم جمع میکنه میگه روایت معتبر به خاطر که زیادن. اما اینجا من یک سوال دارم از کسانی که خودشون به مذهب شیعه نسبت میدن و منسوب میدن به مذهب شیعه و میخوان فضایل حسنین رو از احادیث موضوع و جعلی و ضعیف ثابت کنن و علامه محسنی هم دو روایت آورده، خب چرا حداقل سه روایت نشد تا جمع کنه؟ دو روایت شد، پس حداقل جمع سه هست. اگر سه حدیث می اومد باز هم میشد بگیم که احادیث معتبره یا به حساب احادیثی که با هم نقطه نظرشون یکی است، به همین خاطر اونها رو جمع کرده تا تونسته به حساب فضیلت اونها رو هر ستا رو یکی بکنه به این صورت زوره که به هر ستا خودشون دو سر جمع کنه، ولی بازم به ستا نرسیده با اینکه بالغ بر 80 بوده و اعتراف هم کرده در ادامه، اعتراف نموده که احادیثی که مجلسی در کتابش از کتب اهل سنت منبع داده و ذکر کرده قوی تر هست و دلالت بیشتری میکنه بر فضیلت سبتین حسن و حسین رضی الله عنهما و ارضاهما. جناب استاد خیلی ممنون، واقعا به نکات زیبای اشاره کردین در رابطه با اینکه مجلسی در کتابش و همچنین علامه هلی که خواسته به حساب ثابت کنه در کتاب منهاج الکرامه فضایل سبتین رو چگونه بود. با بینندگان عزیز یک میان برنامه میبینیم و در خدمت جناب استاد خواهیم بود با ادامه مبحث فضیلت سبته. با سلام مجدد خدمت حق جویان عزیز و کسانی که دنبال حق و حقیقتن، امیدوارم جز کسانی باشیم که خداوند متعال در مورد آنها می‌فرماید الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اونهایی که قول و سخن را میشنوند و بهترینشون رو گزینش میکنن. خب جناب استاد، در رابطه با فضایلی که در کتب شیعه ذکر شده بود، خصوصا در کتاب بهار الانوار که بالغ بر 80 حدیث بود در رابطه با فضایل سبتین و حسنین رضی الله عنهما، الان نوبت این رسیده که احادیثی و فضایل احادیثی در رابطه فضایل سبتین و حسنین در کتب اهل سنت ذکر کنین که تا چه اندازه همونطور که اعلام کرد و اظهار نظر آقای محسنی هم بود که احادیثی در کتب اهل سنت هست قوی تر از اون احادیثی که علامه مجلسی در کتابش آورد. همون گونه که قبل از میان برنامه اشاره کردم، اهل سنت و جماعت محبت حسنین رو، حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما و پدر و مادرشون و به صورت کلی تمام خویشاوندان رسول الله صلی الله علیه و سلم رو، تمام کسانی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم برگزیدند اونها را در پیرامون رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند، ما محبت با این افراد را و در رأسشون اهل بیت را و در رأس اهل بیت فاطمه، حسن و حسین و حضرت علی رضی الله تعالی عنهم اجمعین را جزو ایمان خودمون میدانیم و هر کسی که ادعای سنی بودن داشته باشه و مخالفت بکنه با حضرت علی و دوست نداشته باشه حضرت علی رضی الله تعالی عنه را، این در واقع ما اینو جزء اهل سنت و جماعت نمیدونیم و این ایمان اهل سنت و جماعت هست که در طول قرون گذشته و در نخستین کتاب ها و مراجع اهل سنت و جماعت در واقع این مطالب بیان شده. من نمیخوام که به کتاب های قدیمی و منابع دست اول اهل سنت و جماعت در این زمینه من اشاره بکنم، اینو میخوام بگم که در طول تاریخ از زمان تدوین حدیث و نوشته شدن کتاب های حدیثی توسط محدثین بزرگوار تا به امروز هم اهل سنت و جماعت در واقع این ارادتی رو که دارن نسبت به حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما و محبتی رو که دارن اینو به نمایش گذاشتن. کتاب‌های متعددی در این زمینه در طول تاریخ تألیف شده. یکی از کتاب‌هایی که معاصر هست و یکی از افراد اینو تألیف کرده که به گونه ایشونو برچسب ناسبی بودن زدن، من این کتاب رو خدمت بینندگان عزیز معرفی می‌کنم و تعداد روایاتی که در این کتاب اومده و درجه روایاتی رو که در این کتاب از نظر صحت در واقع وجود داره تا چه اندازه هست. نه از نظر معتبری که آقای نه اینکه به صورت کلی بگیم که روایات معتبر، روایات صحیح و سند و صریح هستند، هم صریح و دلاله هستند و هم صحیح و سند هستند، هیچ گونه شک و تردیدی وجود ندارد که این به اعتراف خود آقای آیت الله محسنی در واقع روایات اهل سنت و جماعت قوی تر هست، اقوام هست، استوارتر هست برای اثبات فضیلت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این کتاب یک کتاب دانشگاهی هست
هست، یک رساله دانشگاهی از پایان نامه از در واقع کارشناسی ارشد شیخ عثمان خمیس هست، یکی از افرادی که در این زمینه واقعا جزء پیشکسوت هایی هستند در معاصر از تقریبا جوانان که الحمدلله در این زمینه فعالیت های خیلی خوبی را داشتند در رد شبهات شیعه و در اثبات فضایل اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ایشون سخنرانی ها و مطالب بسیار زیادی رو دارن. این کتاب یکی از کتاب هایشون هست که ایشون برای در واقع پایان نامه ایشون در مقطع کارشناسی ارشد بوده. این موضوعش این است که الاحادیث الوارده فی شأن السبتین، روایاتی احادیثی که وارد شدن درباره سبتین حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما، جمعا و تخریجا و دراسه و حکما. کاری که در اینجا جناب شیخ عثمان انجام داده این است که این روایات رو جمع کرده، تخریج کرده اینها رو، یعنی منبع اینها رو ذکر کرده و تحقیق کرده این روایات رو که نهایتا این روایات میتونه صحیح هستن، ضعیف هستن، چه درجه دارن و نهایتا بر این روایات یک حکمی رو صادر کرده که حکم و درجه این روایت از حیث صحت و ضعف در چه اندازه‌ای هست. در این کتاب ابواب متعددی رو در اینجا ذکر کرده، منتها من فقط اشاره میکنم به چند بابی که در این زمین اومده که اصل مطلب هستند، یعنی اصل موضوعی که روایتی که درباره حسنین رضی الله تعالی عنهما ذکر شده. در اینجا باب سوم این روایت این کتاب هست، باب سوم الاحادیث الوارده فی شأن الحسن والحسین رضی الله تعالی عنهما، روایاتی که از طرق اهل سنت والجماعت از حسن و حسین رضی الله تعالی درباره فضیلت و بزرگواری این دو تا بزرگوار در واقع برای من نقش شده. و فیه اربعه فصول، در این باب و در این بخشی که اومده چهار فصل رو ذکر کرده، احادیثی که درباره حسن رضی الله تعالی عنهم هستن، یعنی فقط فصل اول هست، و فصل دوم روایاتی که درباره حسین رضی الله تعالی عنهما هستند، یعنی فقط روایات اختصاصی که فقط فضیلت حسین هست، و فصل سومش روایاتی که درباره هر دوتا اومده، روایاتی که نام حسن و حسین هر دوتا در یک جا ذکر شده، و فصل چهارم هم روایاتی که درباره عموم اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده که قطعا حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما جزء اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. تقسیم بندی زیبا انجام داده که اول خاص بعد عام بعد عام، بله، روایاتی که درباره حسن هست و بعدش روایاتی که درباره حسین هست و بعدش روایاتی که درباره حسن و حسین هست. در این کتاب ایشون 154 روایت رو جمع کردن، 154 روایت رو ایشون در واقع در این کتاب خودشون جمع‌آوری کردن. دوستان عزیز اگر این کتاب رو نشون بدن، این صفحه رو در اینجا ما روی من انهما آل النبی، مطالبی که اومده در این زمینه که حسن و حسین آل رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند، آخرین روایتی که در اینجا آورده روایت 154 هست، این 154 روایت رو در این زمینه ذکر کرده. و در باب بعدیش این همین سه ابوابی هست که در اینجا هست، روایاتی کلی که درباره عموم اهل بیت هست اینها رو من حساب نکردم. این باب چهارم هست از فصل رابع، الاحادیث الوارده فی اهل البیت عموما، روایاتی که درباره تمام اهل بیت هست و قطعا این فضیلتی میشه برای حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما که روایت 155 هست تا آخر کتاب. فقط روایاتی که درباره حسن هست و درباره حسین و هر درباره هر دو تاشون در کتابای اهل سنت و جماعت تا جایی که ایشون تحقیق کردن، نمیدونم معیارشون چه اندازه بوده تا چه اندازه تونستن تمام این روایات رو جمع بکنن، این 154 روایت رو ایشون در واقع در اینجا ذکر کردن، تقریبا 1.5 برابر، نزدیک به 2 برابر روایتی که علامه علیسی در کتاب 110 جلدیش ذکر کرده که دو روایت از اینها معتبر نسخه. بله، از مجموعه بالغ بر 80 روایتی که در کتاب بهار الانوار در باب فضیلت حضرت حسن و حسین ذکر شده بود، فقط دو روایت رو گفته بودند که این روایت معتبر است. اگر بخوایم اونا رو بررسی سندی بکنیم، قطعا این دو روایت هم روایت ضعیفی از آب در خواهند آمد و قابل استدلال هم نخواهند بود. منتها ما یعنی میپذیریم همین حرفی رو که خودشون زدند که از 80 روایت دو روایتش معتبر است، ما میگیم آمنا و سلم، ما مبارک باشه برای شما که از میان 80 روایتی که آقای مجلسی در کتاب خودش جمع کرده برای اثبات فضیلت حضرت حسن و حسین، فقط دو روایت رو شما میگی که روایت معتبری هستن. من فقط به عنوان نمونه چند روایت از این روایاتی رو که در اینجا اومده خدمت بینندگان عزیز، من به خاطر اینکه درجه صحت روایتی که در اینجا ذکر شده، من خدمت بینندگان اینو بیان بکنم. من قطعا این کتاب اونگونه که من قبلا ذکر کردم از عنوان این کتاب من برمی اومد، این روایت
روایاتی رو در این زمینه که اومده در تمام کتاب از اهم از کتابای صحیحین هست یا سنن اربعین اومده یا بقیه مسانید و معاجم اهل سنت و جماعت اومده، تمام این روایات رو در اینجا جمع کرده. احتمال داره و قطعا این گونه هست، نه تنها احتمال باشه، روایات ضعیفی هم در این زمینه وجود داشته باشه، روایات موضوعی هم در این زمینه در مجموع این 154 روایت وجود داشته باشه، اما معظم این روایات صحیح هستند و با طرق صحیح از اهل سنت و جماعت و نهایتا از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. حالا اگرم ببخشین، اگرم به حساب ما بگین که شما ذکر احتمال هست که در این کتاب روایات ضعیفی وجود داشته باشه، در این 154 روایتی که در این کتاب ذکر شده احتمال ضعیف وجود داشته باشه، اما اظهار نظر یا اعتراف آیت الله محسنی که در کتاب مشرعی بهانه آورده بود، همون خودش یک دلیل کافی هست بر این که ادله اهل سنت، احادیث اهل سنت صحیح تر و قوی تر در باب فضایل سبته. و این شما بیشتر اینو توجه کرده بود، یعنی در مباحثی که علمای شیعه مطرح میکنن امروز برای اثبات بحث امامت یا هر بحث دیگری که مختلفی هست در میان شیعه و اهل سنت و جماعت، شیعه سعی میکنند که از روایت اهل سنت استدلال بکنن. دقیقا این روششون برای شیعه هست، یعنی برای شیعه میخوان، برای شیعه این در واقع فکر رو و این تفکر رو غالب بکنند که ما که خودمون شیعه هستیم که به جای خود، اما اهل سنت و جماعت با اینکه ناسبی هستن، با اینکه امامت ائمه 12 را قبول ندارن، اما بازم ببینید در این زمینه مطالبی را آوردن. قطع نظر از اینکه نوع استدلالشون چی هست، نوع اون روایتی که از اهل سنت در واقع ذکر کردن در چه حدی هست، قابل استدلال هست، قابل استدلال نیست، آیا صریح هست در این موضوعی که میخوان از اون استدلال بکنند یا صریح نیست، فزور میخوان از اون یک مطالبی رو برداشت بکنند یا از این قبیل مطالب. به هر صورت سعی میکنند که روایت اهل سنت و جماعت را در کنار روایت شیعه در اینجا ذکر بکنن، و این همین اعتراف تلخی هست که آیت الله محسنی کرده بود که روایات اهل سنت و جماعت برای اثبات فضیلت حسنین، حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما، استوارتر و قابل در واقع اعتبار بیشتری رو در این زمینه داره. ولی مشکل دیگه هم هست، نکته دیگه که شما اشاره نکردیم، بنظرم اشاره کنم شاید بهتر باشه، اینه که در کتاباشون یا در محافل سخنرانی هاشون از کتب اهل سنت مأخذ و منبع میدن که در باب فضیلت حسن و حسین رضی الله عنهما، به خاطر اینه که احادیث شیعه کاملا ضعیفه. حالا از لحاظ متن که نگاه کنین که مخالف با آیات صریح قرآن داره بذاریم کنار، از لحاظ سند تمام روایات شیعه مشکل سندی داره، اگرچه آقای حر عامری در کتابش میگه که این اصطلاحات جدید مال اهل سنته. اگر ما خواسته باشیم با این اصطلاحات بررسی کنیم احادیث شیعه رو، تمام احادیث شیعه زیر سوال میره، حتی کتب معتبره و کتب به حساب مشهوره و اربعه و کتاب شیعه. مطلبی که شما اشاره کردید یکی از در واقع نکات بسیار اساسی هست در بحث رجال شناسی و حکم بر روایات از دیدگاه خود شیعه. روایت صحیح را اونگونه که علمای شیعه تعریف کردند، یعنی روایتی هست که یک امامی عادل، یک امامی عادل از امامی عادل در تمام طبقات تا معصوم که برسه اینو روایت کرده باشه، یعنی از همون خود راوی که از آقای کلینی به طور مثال که خود آقای کلینی باشه تا خود معصوم که حالا به امام صادق میرسه یا هم باقر میرسه، تمام هم شیعه 12 امامی باشن و هم عادل، بله هم 12 امامی باشند و هم اینکه عادل باشند. این عدالت و امامی بودن اونها معظم کسانی که حدیث صحیح رو در مذهب شیعه ذکر کردن، مانند علامه هلی یا شهید اول، شهید ثانی، بقیه افرادی که این روایت رو، این حدیث رو تعریف کردن و ذکر کردن، این شرایط رو قرار دادند که حتما باید عادل باشه. و مطلبی هم که شما اشاره کردید، حر عاملی در کتاب خودش میاره که اگر قرار باشه که این اصطلاحات اهل سنت و جماعت را، این قالب اهل سنت را ما بیاییم بر روایات خودمون تطبیق بدیم، روایات ما تمام از بین خواهد رفت. درست. و تمامشون ضعیف خواهند بود. به چه دلیل؟ به این دلیل که کسانی که اومدن در مذهب شیعه روایت صحیح رو برای ما تعریف کردند، حتما قید کردند که راوی باید امامی عادل باشه،
امامی عادل باشه و در تمام راویان شیعه رو وقتی ما نگاه میکنیم در مورد هیچ کسی بحث عدالت اثبات نشده، یعنی که رجال شیعه اومده باشند و رجال شناسانش گفته باشند که فلانی 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 عادل هستند، حتی یک سندی که تمام راویانش و تمام افراد سند از ابتدا تا انتها عادل باشند، یعنی عدالتشون یعنی تصریح شده باشه که اینا عادل هستند، چون هیچ روایتی وجود در واقع نداره. به این خاطر است که حر عاملی اعتراض میکنه که من این مطلب رو قبول ندارم، این تقسیمی که شما کردید که روایت رو تقسیم میکنید به روایت صحیح و موثق و حسن و ضعیف، این در واقع روایت این تقسیم بیجایی هست، اصطلاحات عامه هست و این سبب میشد که مذهب اهل بیت و روایات اهل بیت همه به صورت کلی زیر سوال بره و هیچ کدوم از اینها ثابت نباشه. و استناد به این گزینه هم میکنه که معصوم گفتن که عبارت عربیش تو ذهنم نیست که اون چیزی که عامه بون عمل میکنن شما برعکس بون عمل کنید ففیه رشاد، در اون حتما هدایت و رستگاری است. اگه خواسته باشن در اینجا هم حتی در به عنوان دلیل این قسمت رو حرامونی در کتابش اینو فقط به خاطر دلیل ذکر میکنه که اگر ما خواسته باشیم اصطلاحات عامه رو احادیث خودمون بذاریم پس ما موافقت با عامه کردیم، مخالفت نکردیم. و اگر بازم بگیم اگر شیعه بگه که ها ما احادیثمون همه مشکل نداره از ائمه نقل شده، بازم مشکل بین اهل سنت و حالا ما وهابیا رو بذاریم کنار، ما ناصبیا رو به تعبیر شیعه بذاریم کنار، همون سنیایی که خودشون قبول دارن که سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و معاویه رضوان الله علیهم اجمعین، که دیگه هر سنی که فقط اسم سنی روش باشه اینها رو قبول داره. خب کفر صریح این چهار تا در کتب شیعه هست. اگرم باز بیان به اصطلاحات عامه بگیرن بپردازن باز موافقت با عامه شد باز، و خیلی از روات شیعه هم واقفی هستن و نه تنها، یعنی هیچ گونه، یعنی در واقع یکی از اعتراضاتی که خود حر عاملی میگه که همین وقتی که شما میاد بگه که سخی بودن این برخی از علما شیعه سعی کردن بگم که وقتی که درباره یکی از راویان اومده که فلانی سخه هست این سخی بودن به معنی عدالت هست، حر عاملی اینو به شدت رد میکنه، میگه سخی بودن یک راوی به هیچ عنوان به معنی اثبات عدالتش نیست. میگه چگونه ممکن هست که یک سخه عادل باشه در صورتی که شما کسانی رو که کافر هستن، زندیق هستن، فاسق هستن، فاسد المذهب هستن، اینا رو اومدی گفتید که اینا سخه هستن، پس بنابراین به هیچ عنوان نمیشه که سخه بودن به معنی عادل بودن باشه. من فقط چند مورد از این روایت رو که در ابتدا، یعنی در اول این باب اومده، خدمت بینندگان عزیز اینو مطرح میکنم. در فصل اول الاحادیث الوارده فی شأن الحسن ابن علی، روایاتی که درباره حضرت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما نقل شده، اولین مطلبی که در اینجا آورده کل این فضائل رو طبقه بندی کرده، یعنی عنوان گذاشته برای تمام این ابواب و برای تمام این مناقب و فضائل حسن رضی الله تعالی عنهما. شبه الحسن برسول الله، مشابهت در واقع جسمانی یا اخلاقی حضرت حسن رضی الله تعالی با رسول الله. این از عقبه ابن عامر روایت کرده، قال رأیت ابا بکر رضی الله تعالی عنه و حمل الحسن و هو یقول به ابی شبیه به نبی لیس شبیه به علی و علی یضحک. حضرت علی و ابوبکر رضی الله تعالی عنهم با هم بودند، از مسجد بیرون اومده، حسن بیرون مسجد بود، حضرت ابوبکر اینو گرفت در آغوش کشید و گفت که به خدا سوغند، به ابی پدرم فدای حسن باد، این شبیه به رسول الله صلی الله علیه و سلم هست و شبیه به حضرت علی رضی الله تعالی عنهم نیست. این روایت رو در اینجا تخریجش را اگر دوستان دقت بکنن در اینجا آمده که اخرجه البخاری، این روایت از روایت صحیح بخاری هست، روایت 100 درصد صحیح و شماره 3750 هست. این روایت اول هست. روایت دومی که در این باب آورده همچنین از انس هست، اینم اخرجه البخاری، این روایت هم از روایت حضرت امام بخاری هست، شماره 3752 هست. روایت ببخشید همین روایت دوم را اگه متنش یا ترجمه‌ش رو برای بینندگان بخونید، میگه انس میگه که قال لم یکن احد اشبه بالنبی صلی الله علیه و سلم من الحسن ابن علی، هیچ کسی مشابهتر با رسول الله صلی الله علیه و سلم از حضرت حسن نبوده. من به خاطر فقط میخوام که یعنی نوع این روایت روایت درجه صحت شنو خدمت بینندگان بیان بکنم. روایت سوم به همچنین اومده که از ابی جحیفه می قال رأیت النبی صلی الله علیه و سلم و کان الحسن یشبهه، این روایت از روایت امام بخاری هست و قطعا روایت
روایت روایت صحیح است. روایت چهارم که محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم با حسن است، عنوانش رو گذاشته، از اسامه بن زید هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود اللهم انی احبهما فاحبهما، که حسن و حسین رو در واقع من دوست که حسن رو درباره اسامه اومده که درست. حسن و اسامه رو رسول الله فرمود من دوست دارم، شما خود همه اونها رو خدای تو هم اونها رو دوست داشته باش. روایت روایت صحیح بخاری هست، روایت صحیح هست. روایت پنجمی که در اینجا اومده باز هم تخریج روایت از روایت صحیح مسلم هست، روایت روایت صحیح هست. روایت هفتمی که در اینجا اومده برا هست، میگه که رأیت النبی صلی الله علیه و سلم والحسن ابن علی علی عاتقه یقول اللهم انی احبه فاحبه، رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت حسن رو در آغوش گرفته بودند، روی شانه هاشون بود و دعا میکردند که پروردگار من این رو دوست دارم، تو همون را دوست بدار. این روایت هم از روایت امام بخاری هست 3749. و روایت دیگری که در این باب اومده درست. روایتی که از صحیح بخاری هست، از صحیح مسلم هست، از سنن اربعه هست یا بقیه کتابهایی که در واقع در این زمینه در قطعا صحیح هستند. بسیار از این روایت روایت متفق علیه هستند، یعنی بالاترین درجه صحت نزد اهل سنت و جماعت رو دارند. و این واقعیتی هست که علامه و آیت الله محسنی رو مجبور کرده بود به این که اعتراف بکنه که روایات اهل سنت و جماعت در این زمینه استوارتر هست، گرچه ما روایت صحیح و معتبری رو نداریم، برای اثبات فضیلت حسنین میتونیم از روایات اهل سنت و جماعت در این زمینه استفاده بکنیم. خب چاره ای نداشته بنده خدا که اعتراف کنه که در کتابهای اهل سنت روایات های بیشتری و همچنین صحیح تر وجود داره و طبق اظهار نظر خودش همونجور که شما اشاره کردین در بهار الانوار دو روایت وجود داره که اونها هم معتبرن، که یک قول میدم که اگر بررسی سندی بشن 100% ضعیف در میان. علتش هم اینه که تضاد دیگه در بین روایت های شیعه، یعنی سند شیعه نه، در بین متن حدیث بین روایت های شیعه وجود داره و همچنین تضاد دیگه بین روات، بین جرح و تعدیل روات وجود داره. در هیچ مذهبی چه از مسلمان ها بگیریم فرقه های مختلفی، چه از غیر مسلمان ها اگر خواسته باشه اینجور نیست و نخواهد بود. خب جناب استاد با هم میان برنامه میبینیم و وقت زیادی هم نمونده پایان برنامه، تا یک استراحت کوتاه باشه برای شما و همچنین بینندگانی که تا این لحظه چشم دوختن به مانیتور و بیننده برنامه منهاج السنه و حق و حقگویی مذهب حقی اهل سنت بودن. با بینندگان عزیز میان برنامه میبینیم و دوباره در خدمت جناب استاد خواهیم بود با ادامه مبحث فضیلت سبت. حسین از دودمانی سبزی تاهاست، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست، حسین از دودمانی سبزی تاهاست، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست، حسین سروی رهای جاودانی است، حسین آبی زلالی مهربانی است، حسین سروی رهای جاودانی است، حسین آبی زلالی مهربانی است، حسین از دودمانی سبزی تاهاست، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست، علمداری بیابانی شهادت، حسین ابن علی معنای عزت، علمداری بیابانی شهادت، حسین ابن علی معنای عزت، حسین از دودمانی سبزی تاها، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست،
حسین عطری رسول و یاس زهراست، خمی جامی شهادت سروری ماست. حسین عطری رسول و یاس زهراست، خمی جامی شهادت سروری ماست. حسین از دودمان سبزی تاها، حسین از گلشنی یاسین شکوفاست. زخونش کشت حق و گشت و آبیاری، بماند از او شهامت یادگاری. زخونش کشت حق و گشت و آبیاری، و ماند از او شهامت یادگاری. حسین از دودمان سبز تاهاست، حسین از گلشن یاسین شکوفاست. حسین با خون خود پیغام حق داد، جهان را عز و آزادی سبق داد. حسین با خون خود پیغام حق داد، جهان را عز و آزادی سبق داد. حسین از دودمان سبز تاهاست، حسین از گلشن یاسین شکوفاست، حسین از گلشن یاسین شکوفاست. جدت خدمت همه بینندگان و حق‌جویان عزیز. دوستان عزیز در اتاق فرمان، اگر شما رو زیرنویس کنند، بینندگانی که میخوان تماس زنده بگیرند با برنامه و در رابطه با مسائلی که مطرح شد سوالی یا اگه پرسش داشته باشن بپرسن، تا جناب استاد به اون پاسخ بدن. از بینندگان عزیزم مثل همیشه درخواست دارم کسانی که میخوان تماس بگیرن یا صدای تلویزیون رو بیارن پایین، یا از اتاق دیگه یا از محیط دیگه تماس بگیرن که صدا دیر ارسال میشه و همچنین به بینندگان برای بینندگان قابل دریافت نخواهد بود به اون زودی که اونها میخوان. جناب استاد، در رابطه با این مسئله که آقای هلی در کتابش آورده بود که ما سبت رسول الله الى آخر، آخرش آورده بود که امامین به نص نبی صلی الله علیه و سلم، همونطور که اشاره کردین در رابطه با فضیلت حسن و حسین رضی الله عنهما، شیعه هیچ حدیث صحیحی نداره و اون دو حدیثی هم که در بهار اومده که واقعا به درجه معتبره، نه درجه صحیح نمیرسه طبق اعتراف آیت الله محسنی. آیا شیعه برای اثبات امامت خودش، امامت ائمه که حسن و حسین باشن، حدیث صحیح داره که امامت ائمه را، امامت حسن و حسین را از اون حدیث صحیح اثبات بکنه که آقای هلی گفته به نص نبی، با دقیقا نص حدیث باشه، حالا حدیث مسلسل با صحیح باشه که آیا این حدیث صحیح در کتبش یافت میشه یا نه؟ در واقع این یک سوال خیلی سختی است که شما از بنده پرسیدین. اگر قرار باشه که بنده بنابر معیارهای اهل سنت و الجماعت بنگرم، کتابهای شیعه رو بررسی بکنیم با معیارهای اهل سنت و الجماعت که ببینیم روایت صحیح دارند یا ندارند، مطمئن باشید که حتی یک روایت هم نمیتونه صحیح باشه از تمام کتابهایی که شیعه دارند، اما از کتاب اصول کافیشون یک کتب اربعهشون که بالغ بر 40,000 روایت داره، حتی یک روایت از اینها که با طرق شیعه نقل شده باشه روایتی نیست که مطابق با معیارهای اهل سنت و الجماعت باشه. اما من در پاسخ
این سوال شما برمیگردم به نظریه خود محدثین شیعه که در این زمینه اظهار نظر کردند، آیا در این زمینه روایت صحیحی وجود دارد یا اینکه وجود ندارد؟ به اتفاق تمام فرق شیعه و تمام کسانی که در واقع امروزه هستند، معاصرین شیعه و گذشتگان شیعه، معروف ترین کتاب شیعه در باب اعتقادات و در باب اصول دینشون کتاب اصول کافی هست. این اصول کافی قدیمی ترین کتاب هست که در زمان غیبت صغرا و در زمان سفرای اربعه در واقع کلینی زندگی می کردند و معتبرترین و قدیمی ترین کتابشون هست که کلینی 20 سال از عمرش رو گذاشته برای اینکه این کتاب رو جمع آوری بکند و بخش مهم این کتاب همین کتاب اصول کافی هست که تقریبا قریب به شاید 4000 روایت یا 3000 روایت در واقع در این کتاب جمع آوری کرده در بخش اصولش، بخش فروع که بحث مسائل فقهی هست. این کتاب اصول کافی یکی از قدیمی ترین و مهم ترین و موثق ترین یا به تعبیر خودشون صحیح ترین کتابی هست که در واقع شیعه دارند و از این بالاتر ما تا حالا نشنیدیم که کسی ادعا بکند که شیعه کتاب معتبرتری رو دارند که تعداد صحت روایاتش بیشتر باشه یا در زمان در واقع نواب اربعه نوشته باشه، در غیبت صغرا باشه که یکی از فضائل این کتاب میدونن. در این باره همون گونه که من قبلا عرض کردم، همونطور شما اشاره کردین که صحیح شاید شیعه بگه که ما هیچ یک از به حساب شیعه یا نگفته که کافی صحیح است، اما صحیح شرف الدین گفته که اوثقها و اصحها، بله. صحیح ترین و موثق ترین، یعنی هیچ شک درش نیست که در این که ادعایی که در واقع که کتاب اصول کافی یا هر کتاب دیگری 100% صحیح است، اینو هیچ شیعه عاقلی نمیتونه این ادعا رو بکنه. امروزه هم این ادعا رو میکنند و دارن مطرح میکنند که آقا ما نگفتیم که کجا ما گفتیم که کتاب اصول کافی یا هر کتاب دیگری 100% صحیح است. در بحث این که 100% صحیح نیست هیچ گونه اختلافی در واقع وجود نداره. اما فکر کنم قول امروز باشه این، بله، معاصرین کسانی که جزء اصولیان خودشون میدونن، اما افرادی مانند حر عاملی و بقیه هم فکرانش که معتقد هستند که این کتاب نه تنها این کتاب بلکه کتب اربعهشون 100% صحیحه که هیچ حدیثی از این احادیث رو نمیشود که رد کرد. اما به اعتراف امروزی ها که این روایت صحیح است و روایت بعضی روایت ضعیف هستند که غیر معتبر هستند، نمیشود از اونها استدلال کرد. من جمله این افراد آقای مجلسی هست، باقر مجلسی، در واقع یکی از استوانه های علمی متأخرین شیعه هست و یکی از معروف‌ترین شروحی رو که بر کتاب اصول کافی نوشتن هم از علامه مجلسی هست و یکی از معروف‌ترین کسانی که اومدن این روایات رو نقد کردن در مذهب شیعه همین آقای مجلسی هست و این نقدش متاسفانه هم مانند نقدهای افراد دیگری که در این زمینه کتاب اصول کافی رو نقد کردن مانند آقای بهبودی، این نقد در واقع به مذاق شیعه خوش نیومده، زیرا که به اعتراف تمام کسانی که این کتاب رو بررسی سندی کردند و صحت و سقم روایتش رو در واقع بیان کردن، صحیح و ضعیفش رو جداگانه کردن، این کتاب از مجموعه 16000 روایتی که دارد بالغ بر 9000 روایتش ضعیفند، بالغ بر 9000 روایت، یعنی 2/3 این کتاب بنابر همین معیارهای خیلی در واقع جزئی و پیش با افتاده که شیعه دارن با معیارهای خودشون 2/3 این کتاب اصول کافی کل کافی در واقع صحیح نیست. اما اون مواردی که به اعتبار خودشون صحیح است، ما بر مبنای خودشون در واقع این ابواب این اشاره و نص بر حسن و حسین رو بررسی میکنیم. همون گونه که ما در کتاب بحار الانوار و همچنین از دیدگاه آقای محسنی بررسی کردیم که در باب مناقب و فضائل و مناقب حسنین رضی الله تعالی عنهما از مجموع بالغ بر 80 روایت فقط 2 روایتش معتبر هستند. 2 روایت معتبر هست. اگر 2 روایت دیگر رو هم که چشم پوشی بکنیم، 2 روایت دیگر هم اضافه میشه که مجموعا میشوند 4 روایت. این از مجموع 80 روایت هست، بله، از مجموع 80 روایت هست و این اعتراف رو کرده بود که در باب اثبات فضائل حسنین اقوامترین، استوارترین و محتکمترین روایت روایت اهل سنت و جماعت هستند. الان ببینیم آقای در واقع صاحب منهاج الکرامه حلی وقتی میخواد بحث بکنه در این کتاب، اینو درباره معرفت امامت گفته، معرفت ائمه و دلایل امامتشون. ببینیم که در مورد امامت حسن
حسن و حسین آیا شیعه واقعا دلیلی داره که قابل استناد باشه؟ قطعا دلایلی که برای اثبات امامت هست، برای اثبات یک رکنی از ارکان دین هست. یک بحث جزئی نیست، یک بحث وضوئی نیست، بحث این که وضو شکسته یا وضو نشکسته یک احکام فرعی در نیست. بحث امامت هست، اصلی ترین و اساسی ترین اصول دین از دیدگاه شیعه، اون گونه که در روایات اومده، در روایات اصول کافی اومده که اصول دین 5 تا هستند و مهمترین و اصلی ترینشون همین ولایت و امامت است. ولم یناد بشین کما نودی للولایه، درباره هیچ چیزی اندازه تبلیغ نشده که درباره ولایت و امامت تبلیغ شده. همچنین اگر به بخشین رشته کلام دستون در نره، همونطور که اگر به تفاسیر شیعه و همچنین به کتب حدیثی شیعه بنگریم که اونها را شرح و تبسیط کردن، اگر بنگریم به شروع کتاب شیعه به تفاسیر، دقیقا هر جا که یک ذکر خیر یا خصلت خوبی باشه اون فعلا به ائمه میچسبونن. الف لام میم ذلک الكتاب، الكتاب هو علی. عجیبه که حالا بذاریم اینها که در کتابش از این مطالب زیاده که بفرمایید اشاره کنیم. به صورت کلی یک نقطه دیگری رو شما اشاره کردید، من به خاطر اومد، این که وقتی که یک شیعه ادعا میکنند که ما پیرو اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، کاش که شیعه پیرو اهل بیت بود. خب این سوال رو باید مطرح بکنیم. من بارها اینو عرض کردم که امروز وقتی که ما آماری رو از صحیح بخاری یا صحیح مسلم یا کتاب‌های دیگر میدیم، این آمار مال امروز نیست، مال گذشته هست، زمانی هست که اصلا در واقع نه کلینی بوده و نه هلی و نه افراد دیگری بودند که روایتی رو جمع‌آوری بکنند. اهل سنت و الجماعت در این زمینه پیشتاز هستند، روایاتشون قبل قرنها قبل از شیعه در واقع جمع‌آوری شده و سره و ناسره از همدیگر جدا شده. در روایات اهل سنت و الجماعت به طور مثال حضرت علی رضی الله تعالی عنه، من بارها ذکر کردم، روایات حضرت علی رضی الله تعالی عنه در کتب اهل سنت و الجماعت، نه اینکه در تمام کتاب و اهل سنت و الجماعت عرض بکنم، در کتاب‌های اصلی و اساسی اهل سنت و الجماعت بیشتر از روایات حضرت ابوبکر و عمر و عثمان هست. یعنی مجموعه روایات سه نفر از خلفای اهل سنت و الجماعت رو، ابوبکر و عمر و عثمان رو جمع بکنیم، میشوند 1500 روایت، مجموعه روایاتی که این بزرگواران دارن. روایات حضرت علی رضی الله تعالی عنه به تنهایی 1583 روایت هستند. یعنی اگر خود این بحث که به حساب اهل سنت از حضرت علی بیشتر روایت کردن، خود همین به حساب بحث روایت دلالت بر این داره که یعنی واقعا اهل سنت محب حضرت علی و همچنین حسن و بقیه اهل بیت هستن، در صورتی که خواسته باشیم اینو ملاک محبت قرار بدیم که این دقیقه ملاک محبت نمیشه، این جزء ملاک محبت نیست. بحث اینه که در یک صحابی با پیامبر بیشتر روایت بر با پیامبر بوده و روایت زیادی رو گفته و صحابه و تابعین و بقیه از اون شنیدن و کس دیگه روایت داشته اما بیان نکرده، مثل حضرت ابوبکر جز اولین کسانی است که مسلمان شده و در خیلی جاها با پیامبر بود. پیامبر میگه که میفهمن صلی الله علیه و آله در جایی که میرفتی، من و ابوبکر و عمر میامدیم، در خیلی جاها ذکر شده که پیامبر صلی الله علیه و آله با این دو یارش در هر جا میرفتن و میامدن و ذکر شده و همونجوری که ذکرین از هر سر خلیفه راشد این دلیل بر این است که اهل سنت و الجماعت هیچ تفاوتی رو قائل نیستند در میان ابوبکر و عمر و عثمان و در میان حضرت علی رضی الله تعالی عنه، و این دلیل بر صداقت اهل سنت در اتباع و پیروی از حضرت علی رضی الله تعالی عنه است. این مطلب رو من میخوام تعمیم بدم به حضرت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما. روایاتی رو که اهل سنت و الجماعت از حسن و حسین دارند به مراتب بیشتر از روایاتی است که شیعه در این زمینه دارند. با توجه به این که روایات اهل سنت و الجماعت روایات صحیح است، اما روایاتی که شیعه دارن همشون جای بحث و بررسی داره که به هیچ عنوان نمیتونه این روایات صحیح باشه، حتی با معیارهای پیش افتاده خود شیعه. به طور مثال حضرت حسین رضی الله تعالی عنه در کتاب صحیح بخاری که صحیح ترین کتاب اهل سنت و الجماعت است، این کتاب صحیح بخاری با مکرراتی رو که داره، یعنی با تکراری که در روایات صحیح بخاری هست، من این نکته رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز که امام بخاری رحمت الله علیه از یک حدیث چندین مطلب رو برداشت میکنند. یک حدیثی هست، چندین مطلب برداشت میشه، چندین مورد و چندین در واقع مطلب رو ذکر کرده.
امام بخاری رحمت الله علیه این حدیث را به مناسبت هر بابی تکرار میکنن. فرض بکنیم در یک حدیث اومده بحث نماز هم هست، بحث زکات هم هست، بحث روزه هم هست، بحث حج هم باز. حضرت امام بخاری رحمت الله علیه در هر بابی که میاد این حدیث رو ذکر میکنه و از اون مورد محل استشهادش در واقع استناد میکنه. به این خاطر مکررات امام بخاری رحمت الله علیه در این کتاب بسیار زیاد هستن. روایات غیر مکرر در صحیح امام بخاری چیزی حدود 3000 روایت است از مجموعه 7000 روایتی که در این کتاب وجود داره. در صحیح بخاری از مجموعه در واقع 7000 روایت اگه بگیریم یا همون روایت غیر مکررش رو که من عرض بکنم که حدود 3000 روایت هستن، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه 9 تا روایت در صحیح بخاری داره. با اینکه امام بخاری رحمت الله علیه وقتی که می‌خواستن یک حدیث رو ذکر کنن، اونجوری که در نوشتن مورخین نوشتن که نماز میخوندن، چقدر بررسی میکنن که آیا این سند این حدیث صحیح هست صحیح نیست، و خیلی هم در صحت احادیث دقت زیادی میکنن که آیا این نیست. با تمام این دقت نظرشون نو حدیث است حضرت حسن رضی الله تعالی عنه دارن، حضرت حسین رضی الله تعالی عنه. با توجه به این که امام بخاری رحمت الله علیه بعد در انتخاب روایات سختترین شرایط را داشته و سختترین روایات یعنی بالاترین و سختترین شرایط را اعمال کرده تا اینکه از صحت احادیث در واقع مطمئن باشه. روایاتی که جای شک و شبهه بوده اونها رو همه را کنار زده. الان ببینیم کتاب اصول کافی که بالغ بر 16000 روایت داره. بالغ بر 16000 روایت داره، یعنی روایات اصول کافی چندین برابر روایات صحیح بخاری هست، یا به تعبیر دیگر حتی کتب سته اهل سنت و الجماعت، کتب سته اهل سنت و الجماعت رو یک طرف ما قرار بدیم، روایات اصول کافی رو یک طرف قرار بدیم، بازم روایات اصول کافی بیشتر از روایات یعنی بدون تکرار شش کتاب اهل سنت و الجماعت هستند. اما اهل سنت و الجماعت صحیح بخاری به طور مثال با این حدیث محدودی که داره 9 روایت رو ذکر کرده از حضرت حسین رضی الله تعالی عنه، بیارن در میان 16 روایت و حدود تقریبا 16000 و حدود 300 روایت دیگه که هست، بیارن از میان این روایات بیان برای ما چند روایت از حضرت حسین رضی الله تعالی عنه ذکر کردید شما؟ همین چند تا صحیح؟ نه، همین صحیح و غیر صحیح، صحیح و ضعیف و موضوع و حسن و قوی، هر چی که هست بحث صحت رو ندارم. درست. در صورتی که کتاب ها روایتی که در صحیح بخاری اومده از حضرت حسین رضی الله تعالی عنه همش صحیح هست، بل اتفاق صحیح است با سخت‌ترین معیارهایی که اهل سنت و جماعت دارن. بیارید به تعداد روایاتی را که امام بخاری در کتاب خودش با اینکه روایاتش این روایات اصول کافی چندین برابر هست، شما بیایید در صحیح ترین کتاب خودتون نه روایات صحیح بلکه تعداد روایاتی رو از اصول کافی بیارید به اندازه صحیح بخاری که راوی آنها حضرت حسین باشه، از حضرت حسین رضی الله تعالی عنه باشه. چون چیزی رو اصلا وجود نداره، روایاتی رو که اهل سنت و جماعت دارن، یعنی با تمام روایاتی رو که در این کتابا یعنی کل در اصول و فروع ذکر بکنیم مال حضرت حسن رضی الله تعالی عنه، یعنی بالغ بر 8 روایت هنوز نمیرسن. یعنی روایات تنها یک کتابی از کتاب اهل سنت و جماعت، یعنی با این تعداد اندکی که روایتی داره با حدود 16000 روایتی که دارن در واقع برابری میکنه و آمار حضرت حسن رضی الله تعالی عنه خیلی بیشتر است. و این دلیل بر این است که اهل سنت و جماعت واقعا یعنی پیروان واقعی ائمه حضرت علی رضی الله تعالی عنه، حسن و حسین رضی الله تعالی عنه، اهل سنت و جماعت هستند که روایاتشون به گسترده تر هست و در واقع بیشتر اینها در کتابهای خودشون روایت کردن. و نکته جالبی که در اینجا وجود داره، حتی روایات امام باقر یا امام صادق رحمت الله علیه نزد اهل سنت و جماعت بیشتر از روایت ابوبکر هست و بقیه ائمه، که من انشالله در ادامه مباحث در جلسات بعد خدمت شما انشالله عرض خواهم کرد. نوستا اگر نکته در این مورد مونده که اشاره کنید که وقت زیادی هم نمونده افغان برنامه هودن، فکر کنم 6 دقیقه بیشتر نمونده یا 5 دقیقه، و اگر هم نمونده قرار بود که بحث امامت، اثبات امامت ثابتش که هنوز نرسیدیم، اگر هم نمیرسیم بزنیم برای هفته آینده. معذرت میخوام که یعنی حرف به درازا کشید و من اشکال نداره هرچی به درازا بشه، فکر کنم خیلی بهتره هم برای خودم هم برای بینندگان عزیز که واقعا دوست داشتم که صدای بینندگان عزیز رو هم بشنویم در این برنامه. پسو در این وقت باقی مانده من اشاره میکنم که شیعه برای همون گونه که برای اثبات فضیلت حسن و حسین رضی الله تعالی عنهما روایت صحیح نداشتند،
بنابر اعتبار اعتراف آقای محسنی فقط دو روایت وجود داشت، در باب اثبات امامت حسن و حسین هم هیچ گونه روایت صحیح رو ندارن. در رابطه با اثبات امامتش که یکی از اصول دینشون میدونن، اصول دینشون هست، برای اثبات امامت حسن و حسین هیچ گونه دلیل صحیحی رو در واقع در صحیح ترین و موثق ترین قدیمی ترین معتبر ترین کتاب خودشون ندارن. من خدمت بینندگان عزیز یک مروری میکنم کتاب اصول کافی رو، ابوابی رو که اشاره و نص هست بر حضرت حسن یا بر حضرت حسین رضی الله تعالی عنهما. درباره در کتاب من از این از کتاب اصول کافی هست، جلد یکم این کتاب هست، منتها من از کتاب مرآت العقول اینو خدمت بینندگان نشون میدن. کتاب مرآت العقول هست، فی شرح اخبار آل رسول، تعلیف مولا محمد باقر مجلسی که قوی ترین شرح کتاب اصول کافی هست. در اینجا برای اثبات امامت، یعنی اشاره و نصی که بر حسن ابن علی علیه السلام در اینجا اونگونه که ذکر کرده، در اینجا هفت روایت آورده، هفت روایت آورده برای اثبات امامت حسن ابن علی رضی الله تعالی عنهما. یعنی نه اینکه به صورت تنها نص باشه، هم اشاره و هم نص، یعنی روایتی که یک بیگونه اشاره داشته باشه به امامت حضرت حسن رضی الله تعالی در اینجا ذکر کرده. برای در باب اثبات امامت حسن هفت روایت رو ذکر کرده، برای اثبات امامت حضرت حسین رضی الله تعالی سه روایت رو ذکر کرده، این بیشتر از سه روایت رو مجموع میشه در ده روایت. از مجموع این روایت هیچ روایتی حتی یک روایت هم صحیح نیست. این حرف من نیست، بلکه حرف خود آقای مجلسی هست. در یک بابی برای اثبات امامت حسن و حسین در معروفترین کتابش حتی یک روایت صحیح بنابر معیار خودش وجود نداشته باشه، این واقعا فاجعه هست. ببینید در اینجا میگه که این روایتی رو که در اینجا هست، روایت اول از علی ابن ابراهیم هست، عن ابیه، عن حماد، الاخر من روایت رو نمیخونم به خاطر ضیق وقت. در اینجا علامه مدرسی گفته الحدیث الاول حسن علی الظاهر، این روایت ظاهرا حسن هست، بل صحیح، بلکه صحیح هست. اذ کتاب سلیم مقبول عند القدماء، زیرا که این روایت کتاب سلیم سلیم ابن قیس هست، میگه این که مقبول هست نزد قدماء. نمیدونم این عبارت رو از کجا آورده، این ادعای بزرگ رو. کتاب سلیم ابن قیس یک کتابی هست که بنابر اعتراف خود شیخ مفید، شیخ مفید در کتاب خودش تصحیح اعتقادات صفحه 149 در اونجا صراحتا آورده و این مطلب رو در اونجا میگه که این کتاب کتاب غیر موثوق هست، کتابی نیست که بشه بر اون اعتماد کرد، کتاب سلیم ابن قیس. و همچنین هاشم معروف حسنی در کتاب الموضوعات که در باره روایات شیعه در اونجا نوشته، میگه که سلیم ابن قیس از مشبوهین هست، یا از انسانهای مشکوک هست، مشبوه هست و متهم به دروغگویی هست، متهم به در واقع دروغگویی هست. و همچنین در واقع این روایتی که در اینجا از سلیم ابن قیس نقل کرده، راویش ابان هست، ابان ابن ابی عیاش هست، که این روایت این راوی رو هیچ کسی توثیق نکرده، جز بالاتفاق روایات راویان ضعیف هست. و همچنین در این روایت پدر علی ابن ابراهیم هست که هیچ کسی این راوی رو در واقع ثقه ندونسته. حداقل چند روایت، چند مورد سلیم ابن قیس یا ابان هست یا پدر علی ابن ابراهیم ابراهیم هست، اینا ثقه نیستن. نمیدونم بنابر چی مطلبی اینجا اومده اینو گفته حسن هست یا این که اصرا صحیح باشه، که من جای بحث داره که من بیشتر از این به این مطلب نمیپردازم. روایت دومی که در اینجا آورده الحدیث الثانی ضعیف، روایت دوم روایت ضعیفی هست در این زمینه. و روایت سوم، روایت سوم که آورده برای اثبات امامت حسن از حدیث ثالث مجهول، مجهول است. روایت چهارم میگه حسن هست، روایت پنجم ضعیف هست، خود این حسن بودنش جای بحث داره، و حدیث ششمش مرسل هست، در سندش در واقع انقطاع وجود داره و قابل استناد نیست. و حدیث هفتم هم که در اینجا هست، این حدیث هم حدیث مرفوعی هست که علی ابن ابراهیم عقیلی گفته که حضرت علی رضی الله تعالی چنین و چنان گفت، یعنی بله. و همچنین در باب اشاره و نص بر حضرت حسین، این دلایل امامت حضرت حسن رضی الله تعالی عنه است که روایت صحیح نبود. برای اثبات روایت حضرت
امامت حضرت حسین سه تا روایت آورده، حدیث اول گفته ضعیف هست در اینجا، این خود مجلسی حرف خود این حرف مجلسی هست، من نمیخوام خودم با معیار خودم اینو بسنجم، با معیارهای خود مجلسی این روایت اول ضعیف هست و روایت دوم در اینجا گفته که این روایت ضعیفی هست و همچنین روایت سوم که در اینجا هست بر صفحه 313 این روایت سوم هم روایت ضعیفی هست، یعنی سه روایتی که برای اثبات امامت حضرت حسین رضی الله تعالی عنه اومده هیچ کدوم از این روایت صحیح نیستن و همچنین روایتی که بعد از این میاد و اقوال حضرت حسین هست به تعبیر خودشون برای اثبات امامت علی ابن حسین کیتی که از این روایت هم روایت صحیح نیست. پس بنابراین این نتیجه رو میگیریم بنابر اعتراف خود علمای شیعه. علمای شیعه از میان 80 روایتی که در بحار الانوار اومده بود به اعتراف آیت الله محسنی فقط دو روایت صحیح وجود داره، دو روایت معتبر وجود داره که ما اونا رو بررسی نکردیم، اگر همین که بپذیریم فقط دو روایت هست. بنابر اعتراف آقای مجلسی روایاتی که برای اثبات امامت حسن و حسین در کتاب اصول کافی اومده هیچ یک از این روایت صحیحی نیستند. این درجه ای هست که این ادعایی هست که آقای هلی اومده کرده که بله ما مذهب شیعه حقدارتر هست و اولاتر هست و پیرو مذهب اهل بیت و امامان اهل بیت از حضرت علی و حضرت حسن و حسین. روایاتی که از حسن و حسین دارند خیلی کمتر هست، روایاتی که برای فضائلشون دارند خیلی یعنی نادر هست و روایت صحیح وجود نداره، روایاتی که برای اثبات امامت حسن و حسین هست که روایت صحیح در این زمینه وجود نداره. پس بنابراین این ادعا یک ادعای پوچ و بی اساسی هست که به هیچ عنوان در باب بحث علمی و با ضوابط علمی در واقع سازگار نیست. همونطور که شما اشاره کردین که آقای مجلسی در کتابش آورده بود که بحث شرح اصول کافی بود مرآت العقول که 7 روایت مال در رابطه با امامت حسن و 3 روایت در رابطه با امام حسین رضی الله عنهما نص اثبات امامتشون آورده بود که شما ذکر کردین و خود مجلسی در اولین روایت رو حسب علی ظاهر حسن و چشم پوشی گرفته بود صحیح که شما گفتین دیگه چه خبره. پس از بینندگان عزیزی که حالا شیعه هستن یا خودشونو برحق میدونن باید تأمل کنن در این روایتی که در صحیح ترین کتابشون هست و جناب استادم بررسی سندی نکردن که برن به نمیدونم معرفت رجال کشی یا برن به ان شاء الله در بحث در برنامه حجت بی حجت ان شاء الله بینجا برسیم به صورت مفصل هم متنش رو هم سندش رو ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. پس چه بهتر و بینندگان عزیزی که شیعه هستن و خودشون پیرو به حقه شیعه میدونن لطفاً اندکی تأمل کنن که آیا واقعاً مذهبی که پیروی میکنن حقه یا نه. اونم بررسی که خود آقای مجلسی کرده بود، کسی که فعلاً مذهب جعفری شیعه، اینم مدیون و وامدار مجلسی، اگر مجلسی نمی بود دیگه شیعه هم حدیثی نداشت، نه در رابطه با فضائل، نه در رابطه با اصول، نه در رابطه با فروع، در رابطه با هیچ شیعه احادیثی نداشت. خب جناب استاد وقت هم گذشته فکر یک دو دقیقه و نتونستیم با بینندگان هم صحبتی داشته باشیم، صداگر بینندگان رو داشته باشیم. از بینندگان عزیز هم معذرت میخوام، انشالله در هفته آتی یا در هفته های آتی صداگر بینندگان رو خواهیم داشت در رابطه با مسائلی که مطرح میشه. جناب استاد اگر صحبت پایانی با بینندگان عزیز دارین بفرمان که ختم عرضی ندارم، حتما وقت کاملا تمام شده. جناب استاد خیلی ممنون از شما که وقت دادین و پاسخ دادین به این مطالب آقای هلی. طریق شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله پاسخ داده بود و شما واضح‌تر اونها رو بیان کردین برای بینندگان ما و همچنین از بینندگانی که واقعا وقت خودشون رو گذاشتن و مسائلی که باید بدونن شنیدن. خیلی ممنون از همه بینندگان عزیز. تا برنامه آتی و هفته های آتی شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. امیدوارم شاد و خندان و سرفراز باشید. با امید دیدار در برنامه آتی. با سلام دوباره، خدا نگهدارتون.